روش‌های قرائت قرآن شایسته است قبل از ورود به مباحث مربوط به احکام راجع به نحوه قرائت قرآن و روش‌های مختلف آن مطالبی بیان شود. خداوند متعال در قرآن کریم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: ورتل القرآن ترتیلا، ای پیامبر قرآن را با ترتیل بخوان. ترتیل چیست؟ ترتیل در لغت به معنای منظم و مرتب کردن آمده است و در اصطلاح علم قرائت عبارت است از قرائت قرآن با طمأنینه و شمرده همراه با تأمل و تدبر در معانی آیات، که این بهترین روش در خواندن قرآن است. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: الترتیل هو اداء الحروف و حفظ الوقوف. ترتیل همان اداء صحیح حروف و رعایت وقف هاست. مراتب قرائت قرآن از لحاظ سرعت عبارتند از 1. تحقیق، 2. تدویر و 3. تحذیر. 1. تحقیق: خواندن قرآن به آرامی و سرعت کم و با تأنی. سوره مبارکه تین را با روش تحقیق بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون وطور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. همان گونه که شنیدید، این روش همان شیوه‌ای است که اکثر قاریان در مجالس و محافل قرآنی به تلاوت قرآن می‌پردازند. 2. تدویر، قرائت قرآن با سرعت متوسط، یعنی نه به کندی تحقیق و نه با سرعت تحذیر. حال سوره مبارکه تین را با روش تدویر بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. همانطور که شنیدید، این همان شیوه ایست که در ماه مبارک رمضان هر روز جزء خوانی می کنند و معمولاً هر جزء حدود یک ساعت به طول می انجامد. 3. تحذیر، قرائت قرآن با سرعت زیاد. این روشی است که معمولاً حفاظ برای مرور محفوظاتشان استفاده می نمایند و البته باید دقت داشت که تنها کسانی مجاز به استفاده از این روش هستند که تسلط بسیار خوب در قرائت با تمامی ظرایف و خصوصیات داشته باشند. اکنون سوره مبارکه تین را با روش تحذیر بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. تذکر مهم: بهترین روش ها برای فراگیری صحیح قرائت قرآن با لهجه و لحن عربی یا فصیح خوانی و رعایت قواعد تجویدی همان تحقیق و سپس تدویر است که البته در دوره‌های مختلف روخوانی، روانخوانی، فصیح خوانی و تجوید از آنها استفاده شده است.